طرح گفتگو در همین زمینه مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، چه جزئیات بیشتری از بازداشت 8 طلبه و یورش به مدرسه دینی در شهرستان راسک در دست داریم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. جیش دولت در تاکنون هیچ گونه موضع گیری در رابطه با تایید یا رد ادعای رسانه‌های جمهوری اسلامی نداشته، اما رسانه‌های محلی در سیستان و بلوچستان ادعاهای نهادهای امنیتی رو تا الان رد کردن و گفتن کسانی که دیروز دستگیر شدن، امروز هم خبریه که هم تا الان هنوز تایید نشده، یک نفر دیگه هم دستگیر شده و در روزهای گذشته هم یک دو نفر دیگه ظاهرا دستگیر شدن. نهادهای امنیتی اینها رو منتسب به جیش العد یا حداقل نیروهای تدارکاتی دانستن، اما از دیروز ما در بخشی از یا در برخی از مراکز یا بخش‌های از استان سیستان و بلوچستان شاهد درگیری هستیم. مثلا امروز در نصرآباد زاهدان یک سری درگیری‌های مسلح بین افراد برخی افراد با نیروهای نظامی پیش آمده. در سیبسوران هم خبرهای آمده که یک سری درگیری ها انجام شده و پهپادها، هلیکوپتر و نیروهای نظامی خب در بخش های مثل سیبسوران، سراوان، راسک و در این مناطق در حال گشت‌زنی هستند و کمی از دیروز فضای سیستان بلوچستان ملتهب است. اما چرا جمهوری اسلامی سعی میکنه این طلبه ها رو به جیش العدل منصوب کنه و در حقیقت چه هدفی رو دنبال میکنه؟ ببین، تجربه ای که ما جمهوری اسلامی داریم مثلا در رابطه با پرونده ای که برای بین 58 به گفته یا 107 نفر از بازداشت شدگان در رابطه با ترور دانشمندان هسته‌ای وجود داشت، خب ما این تجربه نشان داد که بعد از چندی مشخص شد که این افراد اساساً کاملا بیگناه بودن، اما از همین افراد آمدن با شکنجه اقرار گرفتن، در صدا و سیما اقرارها رو پخش کردن و بعدم گفتن که اشتباه شده و با یک مبلغی سعی کردن آن را به قول خودشون جبران بکنن. در رابطه با مسئله جیش العدل مشخصا در دو حمله ای که در چند ماه گذشته انجام شده، عملا در واقع برخوردی یا دستگیری یا مقابله موثقی انجام نشده، خلاصه شده موشک پرانی به برخی از نقاط پاکستان یا بازداشت هایی که اساسا ما در رابطه با هویت این افراد یا اینکه آیا واقعا منتسب به جیش العدل هستند یا نه هیچ گونه اطلاعات موثقی وجود نداره و در برخی موارد خود جیش العدل هم اینها رو در واقع تکذیب کرده. به خاطر همین جمهوری اسلامی اساسا وقتی که امکان برخورد یا مقابله با برخی جریان ها رو ندارد، برای اقناع افکار حامی خودش معمولا تن به چنین مسائلی میده، افرادی که در واقع بیگناه هستن اونها رو بازداشت میکنه، تن شکنجه وادار به اقرار میکنه که به شکلی بگه که در واقع نسبت به اوضاع مسلط هست و میتواند با چنین جریان ها دیگه برخورد بکنه. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، متشکرم.